25مین روز اسفند ماه برابر با 16 مارس، روز بزرگ داشت پروین اعتصامی، شاعره نامدار معاصر ایران. این روز به مناسبت زاد روز پروین اعتصامی در تقویم های ایران به عنوان روز بزرگ داشته این شاعره بزرگ ایرانی نامگذاری شده است. سال 1129 خورشیدی برابر با 1751 میلادی، زاد روز جیمز مدیسون، چهارمین رئیس جمهور آمریکا. سال 1285 خورشیدی برابر با 1907 میلادی، مسعود میرزا ذوالسلطان از حکومت اصفهان معزول شد و اداره امور حکومت در این منطقه موقتاً به عهده حسین قلی خان نظام السلطنه واگذار شد. سال 1290 خورشیدی برابر با 1912 میلادی، برای نخستین بار در جهان سروان آلبرت بری با چتر نجات از هواپیما فرود آمد. سال 1291 خورشیدی برابر با 1913 میلادی، به دستور قوام السلطنه وزیر مالیه دستور پرداخت 3 ماه از حقوق معوقه کارمندان دولت به صورت نقدی و غیر نقدی صادر شد. سال 1301 خورشیدی برابر با 1923 میلادی، سید جمال الدین اسدآبادی به منظور تحقق آرمانهایش مبنی بر اتحاد ملل اسلامی انجمنی به نام عروت الوسخی دایر کرد و روزنامه نیز به همین نام در پاریس منتشر ساخت. سال 1307 خورشیدی برابر با 1929 میلادی، اولین موشک عامل اصلی نفوذ بشر در فضا برای تحقیق درباره سیارات بود، توسط دکتر رابرت گودارد، فیزیکدان بزرگ آمریکایی، با سوخت مایع با موفقیت آزمایش شد. پس از این آزمایش رابرت گودارد به عنوان پدر موشک لقب گرفت. سال 1309 خورشیدی برابر با 1931 میلادی، جیکوب شیک ماشین ریشتراشی برقی را اختراع کرد. سال 1317 خورشیدی برابر با 1939 میلادی، چند سال پس از روی کار آمدن آدولف هیتلر و پیش از آغاز جنگ جهانی دوم، چکسلواکی به صورت کامل توسط آلمان اشغال شد. سال 1318 خورشیدی برابر با 1940 میلادی، در گذشت بانو سلما لاگرلوف، نویسنده سوئدی برنده جایزه نوبل ادبیات که به عنوان یکی از مشهورترین نویسندگان کشورهای اسکاندیناوی معروف است و به عنوان نخستین زن وارد فرهنگستان سوئد شد. سال 1357 خورشیدی برابر با 1979 میلادی، امیر عباس هویدا که در دوران پهلوی دوم 13 سال سمت نخست وزیر ایران را بر عهده داشت، در دادگاه انقلاب به ریاست صادق خلخالی در زندان قصر محاکمه شد.